این نوار در یکی از فروشگاه‌های اورالسک ثبت شده است. بعد کمچین شدن شکر در مغازه‌ها، صاحبکاران فروش آن را محدود کردند. به یک نفر حق خریدن فقط 2 کیلو شکر داده شده است. در ولایت اتیراو هم عین همین وضع است. به این 2 منطقه جنوبی قزاقستان شکر را از روسیه می آوردند و با منع صادراتش از طرف مسکو ساکنان به کمبود این نوع محصولات روبرو شدند. وزارت کشاورزی قزاقستان از افزایش انتقال شکر به منطقه ها خبر داد. عین حال به حدود قزاقستان 152 واگن شکر وارد شده است. در برابر این توسط رای آهن 116 واگن شکر خام یا نیشکر فرستاده شده است که برای کارکرد پیش بینی گردیده است. کمبود شکر را مسئولین سلسله فروشگاه ها به مشکلات وابسته به راه آهن پیوند دادند. حالا در راه آهن موسم گرمی کار شروع شده است و طبیعی است که بعضی از محصولات ها با تاخیر می رسند. در این مورد کار برده ایستادن و گفتوشنید هم کردن تا به واگن های بند مانده اجازه دیان در نوبت اول آمده رسند. در عین زمان در پلته جمهوریوی صاحبکاران باور دارند که مشکل واردات شکر خام به قزاقستان باید در سطح اتحاد اقتصادی اوراسیا حل شود. زیرا روسیه با شرط به قزاقستان شکر خام می‌داد که در عوض کشور واردات این محصولات را از دولت‌های سیوم محدود کند. طبق این قرارداد، اگر قزاقستان از کشورهای دیگر بیشتر از حجم معین شده محصولات بخرد، مجبور است باج بیشتر سپارد. یک هدف باج وارداتی هم این است که این محصولات به قزاقستان و هم به کشورهای دیگری عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا از خارج وارد نشود و خرید و فروش شکر در داخل این کشورها صورت بگیرد. به اطلاع پلته صاحبکاران، قزاقستان این موضوع را در دایره کمیسیه اقتصادی اوراسیا در میان گذاشته بود، اما پاسخ دقیق از روسیه نگرفت. قرار مقامات روسیه درباره منع صادرات محصولات تا روز 31 آگوست امسال ادامه خواهد کرد. تا آن زمان کشور ذخیره کافی شکر دارد. اما اگر این تصمیم بی تغییر ماند و محدودیت خرید محصولات از کشورهای سیوم برداشتن نشود، ممکن است قزاقستان با کمبود شدید شکر روبرو شود.